تخریب پروژه های عام المنفعه به ویژه هدف قرار دادن شاهراها و مسیرهای ولسوالی ها از سوی طالبان تردد وسایط نقلیه مسافربری و باربری را با مشکل مواجه ساخته است. با باور شهروندان تخریب پروژه های زیربنایی می تواند مشکلات بزرگی سر راه مردم قرار دهد. وقتی که یک انسان خواسته باشه خانه خور خراب کنه، پلچک خور خراب کنه، شما این باور داشته باشین که او از این مملکت نیه، نیم از این خاک. هیچ وقت در داخل خاک به مادر کسی خیانت نمیکنه. خاک مانند مادر انسانه، وطن مادر انسانه. این خیلی نگران کننده. باید طالبا با پل، پلچک، مسجد و مردم هیچ وقت نباید این کار رو بکنم. اونا خور اسلام دارم، نام اسلام سوء استفاده میکنم. نباید مسجد مار بزنم، پل مار بزنم، مردم مار بزنم، مکاتب مار بزنم. اعضای شورای ولایتی تخریب پروژه‌های عام المنفعه را بازگشت به گذشته دانسته و می‌گویند که ده‌ها کیلومتر سرک در شاهراها، مسیرهای ولسوالی‌ها، ده‌ها پلچک و پل در نتیجه انفجار ماین‌های کارگزاری شده توسط گروه طالبان تخریب شده است. کلاً به فکر ازی نیستن که وطن ما از خانه ما هست. پس معلوم میشه اینا افراد اشخاص بیرونی هستند. پای برق، مکتب، مدرسه، پل، پلچک، تعمیر دولت، اینا کارهایی هست که مربوط به دولت، به نظام نیست، مربوط به ملت است. ملت همگی نیاز داره به این چیزها. پس اینایی که دست به همچون کارهایی میزنن، پس معلوم میشن که اونا کسایی هستند، خود فروخته های هستند که به گوش و بادارهای خود برای تأسیسات، به این مردن تأسیسات افغانستان دست میزنن که افغانستان پاس 100 سال به عقب ببرد. سخنگوی فرمانده پلیس تخریب پروژه‌های زیربنایی را دلیل عمده ناتوانی طالبان می‌داند. به گفته این فرمانده نظامی، عدم ایستادگی در مقابل نیروهای امنیتی مخالفان را ناگزیر به تخریب پروژه‌های عام المنفعه می‌کند. پروژه‌های عام المنفعه و از طرف از بین بردن چنین تأسیسات و زیربناها از اهداف خود مخالفین مسلح دولت است. اینا کاملا بر از اینا واضح است و خود از اینا درک میکنند که اینا تاب مقاومت با نیروهای امنیتی ندارند و حتی نمیتونن امو ساحه را برای نیم روز هم تحت کنترل خود داشته باشند. در هر جایی که میرسند فقط اینا کوشش میکنند تا ای که ویرانی را به بار بیارند، پروژه‌های عام المنفعه به نحو بالاخره اینا را از بین ببرند، پل و پلچک و سرک ها را از بین ببرند و از طرف باعث کشتار و قتل عام و از بین بردن مردم و بی‌دفاع ملکی ما بشه. در همین حال والی هرات به مخالفان مسلح هشدار می‌دهد که هیچگاه طالبان نمی‌توانند با تخریب پل و پلچک به اهداف شومشان دست یافته و به ایجاد هرج و مرج در جامعه ادامه دهند. از سوی هم تخریب پروژه های عام المنفعه توسط طالبان در هرات با واکنش سخت مجلس نمایندگان مواجه شده است. به خاطر آوردن رفاه، به خاطر سعادت مردم کار میکنیم، سرک جور میکنیم، پل جور میکنیم، پلچک جور میکنیم، رفاه میریم، اما تو طالب این سرک میخوای تخریب کنی. این سرک که به خاطر رفاه اجتماعی اعمار میشه، منگذاری میکنی و سرک را تخریب میکنی. ما برتون هشدار میدیم که این ملتی که در اینجا با شجاعت استاده است نمیتونی به موافقت های این ملت تناکم بسازی. ما متحد هستیم با ملت خود. ساختن برای مسلمان ها و ساختن و خراب آباد کردن کارهای مسلمان ها یکی از شعب ایمانه و این راهی که تو راه خراب میکنی گیرم خودت به میرای یک روز خارفتی آدم خاشودی. جای راه میری امور سرک خراب نکو. مکتب بچه تو همون یه دست میخونه، شفاخونه خود مریض خودت تداوی میشه. بر راهی که میری اگه خود تو نریم بچه ها دیگه خود میرن. همزمان در کنار افزایش خشونت ها و سقوط ولسوالی ها به دست طالبان، چندین پروژه زیربنایی چون شاهراهای هرات اسلام قلعه، هرات تورغندی، هرات قندهار و مسیر ولسوالی های پشتون زرغون، قریان از جمله ساحات عنوان میشوند که توسط طالبان تخریب و زیان های مالی به دولت و مردم وارد شده است.